دولت ایران ضمن احضار سفرای کشورهای مذاکره کننده عضو قرارداد برجام نامه رسمی هشدار دو ماهی دولت ایران را برای تجدید نظر آنها در مقابله با تحریم های آمریکا در حوزه نفتی و بانکی بر علیه ایران و احیای مجدد برجام تسلیم سفرای این کشورها کرد در این نامه گفته شده که ایران در گام نخست از بروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین عراق خودداری خواهد کرد روحانی طی سخنانی در هیئت دولت در توضیح مواضع ایران گفت استراتژی نظام جمهوری اسلامی تعهد در برابر تعهد تهدید در برابر تهدید و اقدام در برابر اقدام است حسن روحانی با تاکید بر این نکته که ایران فعلا بنا ندارد از برجام خارج شود گفت ایران فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف خواهد کرد فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین یکی از بندهای توافق برجام بود که بر اساس آن و به علت تاکید جمهوری اسلامی بر ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم فعالیت سایت‌های هسته‌ای ایران به کشورهای عضو برجام تعهد داده بود که تولیدات اورانیوم و آب سنگین را از کشور خارج و در بازار به فروش برسانند. وی گفت ما بعد از خروج آمریکا از برجام به کشورهای اروپایی به جای چند هفته یک سال مهلت دادیم که مشکلات ناشی از خروج را حل کنند چند نوبت با کشورهای باقی مانده در برجام مذاکره کردیم و از لحاظ حقوقی قدم هایی که می برداریم برداشتیم اروپایی از لحاظ تبلیغات مواضع خوبی را در پیش گرفتند اما در مقام عمل متاسفانه ناتوان بودند روحانی افسود استراتژی نظام تعهد برابر تعهد تهدید برابر تهدید و اقدام در برابر اقدام است روحانی تاکید کرد که ایران نقصد خروج از برجام را دارد و به دنبال درگیری نظامی در منطقه است ولی در مقابل هر حمله ای از خود قاطعانه دفاع می کند وی با اشاره به اینکه آمریکا تصمیم داشت ایران را تحریک به خروج از برجام کند اما موفق نشد تاکید کرد جمهوری اسلامی فعلا اقدامات خود را در راستای برجام انجام خواهد داد و از برجام خارج نخواهد شد چون خروج از برجام را برای منطقه خطرناک می داند. روحانی گفت ما از امروز به جای زبان دوستانه و سیاسی با اروپایی ها زبان حقوقی به کار می گیریم و لذا طبق ماده 26 و 36 برجام طبق قرارداد برجام از امروز فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف خواهیم کرد او افسود اگر طی 60 روز آینده در حوزه بانکی و نفتی به نتیجه نرسیم دو اقدام دیگر را آغاز می کنیم و آن اقدام عدم پایبندی به محدودیت غنیسازی سونیم در درصد خواهد بود و همچنین کارخانه آب سنگین عراق را هم تصمیم خواهیم گرفت که تکمیل کنیم او گفت در نامه منتشر به پنج کشور طرف برجام پیغام دادیم اگر این اقدام ایران را بهانه برای ارجاع پرونده ایران در شورای امنیت قرار دهند با اقدام رادیکال ایران مواجه خواهند شد که در نامه به جزئیات آن اشاره شده است روحانی گفت برجام اقدام برد برد بود است و اگر آمریکا بخواهد آن را تبدیل به اقدام برد باخت بکند اشتباه محاسباتی کرده است او گفت ما در گام نخست خواستیم که اروپایی ها امکان اقداماتی برای احیای برجام به عنوان یک روش برد برد صورت دهند وگرنه تبدیل به اقدامی باخت باخت برای همه خواهد شد و همه متضرر خواهند شد اقدام ایران را در گام کنونی نمیتوان چندان رادیکال دانست و اقدامی کاملا محافظ کارانه باید تلقی کرد زیرا آمریکا چند روز قبل کشورهایی را که تولیدات اورانیوم غنی شده ایران و آب سنگین عراق را خریداری کنند مورد تحریم قرار داده بود هدف آمریکا این بود که با این اقدام این مراکز دیگر نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند اما ایران در عمل همچنان که جواد ظریف گفته است اقدامات متوقف شده زیل برجام توسط تهران آنهایی بودند که آمریکا اجرایشان را ناممکن ساخته بود ظریف همچنین گفته موارد اعلامی ایران با توافق هسته‌ای مطابقت دارد اما فرصت اتحادیه اروپا و کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه و چین برای تغییر این وضعیت رو به اتمام است. باید دید که واکنش قدرت های بزرگ به این اقدام چه خواهد بود هرچند که آمریکا از همکنون این اقدام ایران را به منزله خروج این کشور از برجام دانسته است لازم به ذکر است که مهمترین امتیاز و پیروزی ایران از برجام خروج پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل و خروج ایران از زیل ماده هفت منشور شورای امنیت بود که حسن روحانی روز چهارشنبه اعلام کرد به پنج کشور طرف برجام پیغام داده است اگر اقدام ایران در خصوص توقف فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین عراک را بهانه ای برای حضور پرونده ایران در شورای امنیت قرار دهند با اقدام فوری ایران مواجه خواهند شد این اقدامات ممکن است در جامعه جهانی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که سر حقش ایستاده و زیر بار زور نمی رود معرفی کند اما برخی تحلیلگران اعتقاد دارند در صورت ادامه این وضعیت سیاسی و دیپلماتیک و در صورت اصرار دو کشور ایران و آمریکا بر ادامه رجسخانی های دیپلماتیک و اصرار بر اقدام فیزیکی علیه یکدیگر با وجود وضعیت اقتصادی وخیم ایران و شرایط ناگوار معیشتی و همچنین فشار اقتصادی روزافزون بر مردم و وضعیت نامناسب توسعه در کشور این اقدامات فقط به ضرر ایران خواهد بود و ایران را باز هم در مسیر توسعه چندین گام به عقب خواهد برد. در حالی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چند روز قبل در آمریکا در گفتگو با خبرگزاری های بین المللی برای اعلام حسنیت ایران برای انجام مذاکرات با ایالات متحده ای آمریکا اعلام کرد که ایران آماده مبادله زندانیان است و آماده است تا در این باره با آمریکا وارد گفتگو و مذاکره شود و تاکید کرد که در این باره از اختیارات کامل برخوردار است اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز در نشست خبری خود در خصوص تبادل زندانیان آمریکایی قوه قضایی را مستقل اعلام کرد و تاکید کرد قوه قضایی مسئول متولی و متکفل امور قضایی از جمله مسئله زندانیان است بی اظهار داشت در دوره جدید مذاکرهای در ارتباط با تبادل زندانیان انجام نشده است اسماعیلی در بخش دیگری از اظهاراتش که در پاسخ به یکی از خبرنگاران ایراد کرده بود تاکید کرد قوه قضایی انتظار دارد افراد در مورد موضوعات مرتبط با قوه قضایی اظهار نظر نکنند و اظهار نظرها درباره قوه قضایی با هماهنگی دستگاه قضایی صورت گیرد وی در این حال تاکید کرد با رعایت استقلال قوه قضاییه در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع زیصلاح تصمیم بگیرند قوه قضاییه در این خصوص همکاری لازم را خواهد داشت وی همچنین اظهار داشت اگر قبلا در این باره گفتگویی مطرح شده ری از آن بی اطلاع است در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و اظهارات وی در خصوص این موضوع که محمد جواد ظریف حق اظهار نظر درباره موضوعات مربوط به قوه قضاییه را نداشته است سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز با اشاره به تاکید جواد ظریف بر استقلال قوا اظهار داشت پیش از این نیز مبادله زندانیان ایران و آمریکا در سطوح عالی مطرح بوده و مسئله تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا موضوع تازه‌ای نیست اظهارات محمد جواد ظریف درباره استقلال قوه قضاییه که بارها در گفتگو با رسانه های خارجی بر آن تاکید کرده است پیش از این نیز چالش برانگیز شده بود بسیاری با انتقاد از اظهارات ظریف درباره زندانیان سیاسی و اینکه به علت استقلال قوا به اظهار نظری یا مداخله ای در این باره نمی کند موجب ابراز خشنودی بسیاری از منتقدان شده بود در این میان برخی تحلیلگران اظهار نظر آشکار قوای سگانه در رد اظهارات یکدیگر را که به سرعت به موضوعی چالشی در فضای رسانه‌ای و به ویژه بین‌المللی تبدیل می شود، مورد انتقاد قرار می دهند و اعتقاد دارند که در صورت اختلاف نظر یا حتی اظهار نظر نادرست برای حفظ اتحاد و انسجام سیاسی و بین المللی به در شرایط فعلی که تاکید بر حفظ انسجام به عنوان یک راهبرد اساسی توسط مقام های جمهوری اسلامی مطرح می شود چنین اظهار نظرهایی اعتبار دیگر نهادها را در نگاه عمومی و بینالمللی به شدت مخدوش می کند و اظهارات رسمی افراد را نزد فضای بین مخدوش و بی اعتبار می کند. مایک و وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه آمریکا تمامی فعالیت‌های ایران را در منطقه زیر نظر دارد اظهار داشت ایالات متحده تمام اقدامات امنیتی لازم برای هر گونه اقدام احتمالی تشدید کننده تنش‌ها از سوی ایران را اتخاذ می‌کند وی هشدار داد فعالیت‌های ایران در منطقه موجب وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود پیش از او پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا با بیان این موضوع که اعزام ناوگروه رزمی به منطقه استقرار فرماندهی مرکزی آمریکا با تایید او صورت گرفته گفته بود ایران باید اقدامات تحریک‌آمیز خود در منطقه را متوقف کند وی اعزام ناو هواپیما بر آبراهام و همچنین یک یگان بمبافکن نیروی هوایی آمریکا به منطقه مسئولیت سنت کام را اقدامی دوراندیشانه در تغییر وضعیت تجهیزات نظامی در پاسخ به نشانه های وجود یک تهدید باورپذیر نظامی از سوی نیروهای رژیم ایران عنوان کرده بود. پیش از او جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز با بیان این موضوع که ایالات متحده تمایلی به جنگ با ایران ندارد گفته بود اعزام ناو هواپیمابر و یگان بمبافکن با هدف آمادگی صورت گرفته است اظهارات مقام های آمریکایی در خصوص اقدامات آمادگی در منطقه در حالی صورت میگیرد که پیش از این سالهاست هاست ناف های آمریکایی در منطقه خلیج فارس مستقر هستند و اعزام ناف ها و بمبافکنهای های جدید در منطقه خلیج فارس جز حراسفکنی در ایران یا ایجاد آمادگی برای حمله احتمالی به ایران دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد. گرچه مقام های آمریکایی بارها تأکید کردند قصد حمله نظامی به ایران را ندارند و مقام های ایرانی نیز بارها میگویند بنا به اطلاعات موثق از کاخ سفید آمریکا و به خصوص ترامپ قصد تهاجم نظامی به ایران را ندارد اما شرایط در منطقه بسیار پرالتهاب و پرتنش است و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند با این سطح استقرار و آمادگی نظامی در منطقه خلیج فارس توسط دو گروه نظامی که هر یک آماده تهاجم به دیگری است امکان برخورد نظامی بین دو کشور افزایش می‌یابد در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه نیست چند روز قبل هشدار داده بود مسئولیت هر گونه اقدامی که توسط ایران در منطقه خلیج فارس و در تقابل با نیروهای آمریکایی صورت پذیرد به عهده آمریکاست و این آمریکاست که مسئول عواقب آن خواهد بود به گزارش شبکه CNN آمریکا، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا با اعلام اعزام ناو هواپیمابر آمریکا و شماری هواپیماهای بمبافکن به منطقه خلیج فارس، ایران را به حمله سریع و قاطع از سوی ایالات متحده تهدید کرد. جان بولتون با انتشار بیانیه‌ای خاطر نشان کرده که آمریکا در واکنش به رفتارهای مشکل ساز ایران در حال استقرار ناوگروه یو اس اس ابراهام لینکن و شماری بمبافکن در منطقه تحت نظارت سنت کام فرماندهی مرکزی آمریکاست. به گفته وی هدف فرستادن پیام روشنی برای ایران است که هرگونه گونه حملهی به منافع آمریکا یا متحدان این کشور با نیروی بی امان روبرو خواهد شد. بولتون عنوان کرده آمریکا این تصمیم را در پی برخی نشانه ها تحرکات و هشدارها گرفته است بولتون گفته که ما در پی جنگ با ایران نیستیم اما کاملا آماده ایم تا هر گونه حمله از سوی عوامل ایران به ویژه سپاه پاسداران یا دیگر نیروهای نظامی وابسته به ایران را پاسخ دهیم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته گذشته در نیویورک از راهبردهای بلتون درباره ایران انتقاد کرده بود و در پیامی توییتری گفت امروز جهان در حال آگاهی یافتن از بیماری مزمن جان بولتون برای جنگ افروزی است ولی ایرانی ها به خواندن پرونده ده هزار کلمه وی در نیویورک تایمز نیاز ندارند تا در این بار متقاعد شوند ما پیش از این شاهد همدستی وی با یک فرقه تروریستی در حجمه به مردم ایران بوده ایم. همچنین در این میان وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای هسته ای نیست در واکنش به بیانیه جان بولتون نوشته بولتون ما را به جنگ با ونزوئلا و ایران میبرد هیچ جنگ نبوده که بولتون از آن حمایت نکرده باشد ترامپ کجاست که جلوی او را بگیرد لازم به ذکر است که اقدام بولتون در حوزه سیاست خارجی آمریکا بی سابق است زیرا این خبر را باید وزارت دفاع اعلام می کرد و در این میان سخنگوی وزارت دفاع گفته که ما ارسال ناو هواپیما را تایید می کنیم اما در مورد ارسال پیام برای ایران چیزی نگفته است اظهارات جدید از سردار قاسم سلیمانی منتشر شده که وی در آن ادعا کرده است سپاه بر اساس اطلاعاتی که از واشنگتن در اختیار دارد میداند آمریکا با ایران وارد جنگ نظامی نخواهد شد وی در اظهارات اخیرش ادعا کرده است دانلد ترامپ تاکید کرده است آمریکا نباید وارد جنگ با ایران بشود چون هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران ممکن است آمریکا را به جنگ بی پایانی بکشاند و همه منافع آمریکا را به خطر بیندازد ادعای عدم درگیری نظامی آمریکا با ایران و عدم حمله نظامی آمریکا به ایران موضوع جدیدی نیست دیگر مقام های جمهوری اسلامی نیست تا کنون بارها تأکید کردند آمریکا علیه ایران حمله نظامی نخواهد کرد این موضوع به سراحت توسط مقام های آمریکایی نیز تاکنون چندین بار اعلام شده است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز چند روز قبل در گفتگو با فاکس نیوز به ترامپ هشدار داد جان بولتون و نتانیاهو و برخی از مقام های عربستانی منطقه که او آنها را گروه ب مینامد میخواهند علیرغم تمایل ترامپ او را به جنگ بکشاند اشغال نظامی ایران توسط آمریکا و حمله نظامی گسترده به ایران شبیه آنچه که در اراق و افغانستان رخ داد موضوعی نیست که در هیچ مقطعی تحلیلگران آمریکایی یا ایرانی آن را جدی گرفته باشند حتی در شرایطی که ایران زیل منشور هفت سازمان ملل قرار داشت و آمریکا با مجوز سازمان ملل حق حمله نظامی به ایران را داشت و سازمان ملل تحت فشار جان بولتون و برخی دیگر از نیروهای تندروی آمریکایی اجازه مداخله نظامی در ایران را صادر کرده بود بسیاری از تحلیلگران ادعا می کردند این مداخله نظامی در حد بمباران اهداف خاص نظامی و هسته‌ای محدود خواهد ماند و به درگیری رو در نظامی یا اشغال نظامی کشور ختم نخواهد شد ضمن اینکه ترامپ فردی اقتصادی است و منافع اقتصادی در صدر های او و نیز در محور اصلی تعیین کننده سیاست های اقتصادی او قرار دارد و او بر اساس محاسبهگری اقتصادی خود بسیار بعید است که مداخله نظامی را به منفعت منافع اقتصادی آمریکا بداند مقام های جمهوری اسلامی همواره با خوشبینی زایدال وصفی ادعا کردند آمریکا نمیتواند هیچ اقدامی علیه ایران انجام دهد و با این ادعا تلاش کردند در فضای عمومی کشور نسبت به عدم درگیری آمریکا با ایران اطمینان خاطر ایجاد کنند و آرامش را به فضای عمومی کشور بازگردانند اما واقعیت این است که گرچه درگیری نظامی بین ایران و آمریکا وجود ندارد و بعید است درگیری نظامی مستقیم در داخل خاک ایران نیز بین ایران و آمریکا رخ دهد ده اما فشارهای اقتصادی سیاسی و دیپلماتیک آمریکا در مقابل ایران ایران را عملا در شرایط جنگی قرار داده است فشارهای اقتصادی روزافزون در روزهای اخیر و تحریمهای گسترده‌ای که روز به روز بیشتر از راه میرسند شرایط را در داخل کشور کاملا نزدیک به شرایط اقتصادی دوران جنگ ایران و اراق کرده است محدودیت ورود کالاها این نگرانی را ایجاد کرده است که ایران به زودی در تأمین کالاهای ضروری حتی تأمین وسایل بهداشتی که ایران برای تولید آنها به شدت به بیرون از ایران وابسته است دچار مشکل شود و شرایط محدودیت کالایی در دوران جنگ بار دیگر برای ایران تکرار شود در شرایطی که وضعیت اقتصادی در داخل کشور به مرحله بسیار پیچیده و دشواری رسیده است و همه کارشناسان اقتصادی و اجتماعی تاکید دارند شرایط جامعه قدرت تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارد و بارها گفتند با ادامه شرایط فعلی زندگی برای مردم به دشوارترین وضعیت ممکن خواهد رسید و زندگی برای مردم بسیار سختتر خواهد شد مقام های جمهوری اسلامی همچنان ادعا می کنند. این شرایط خلالی در برنامه های جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد و ایران با قدرت به برنامه های خود ادامه خواهد داد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز شنبه در دیدار با معلمان نمونه کشور با بیان این موضوع که ایران در صحنه بین با کسانی مواجه شده که میخواهند برای ایران دردسر درست کنند گفت ایران نقش سرفرازانه خود در دیپلماسی را دنبال خواهد کرد وی با اشاره به توافق برجام و بر اساس آنچه که در برجام مورد توافق قرار گرفته اظهار داشت ایران بر اساس برجام می تواند آب سنگین تولید کند و این کار را خواهد کرد وی افزود ایران حتی با وجودی که دیگر کشورها ممکن است از ایران آب سنگین را خریداری نکنند اما به تولید آب سنگین خود ادامه خواهد داد وی تاکید کرد ایران طبق برجام می تواند آب سنگین تولید کند و طبق این توافق خلافی مرتکب نشده پس ایران کار غنیسازی را انجام خواهد داد چه آنها بخرند و چه نخرند لاریجانی با تاکید بر این موضوع که دشمنان جنگی تمام ایار علیه ملت ایران را آغاز کردند گفت بی های آمریکا موجب شده است تا در سطح بین المللی بی انزباتی رایج بشود وی افزود فشار همه جانبه آمریکا علیه ایران بر اراده دیگر کشورهای جهان هم تأثیر گذاشته و موجب تورم و فشار بر مردم شده است وی در عین حال افسود آمریکایی ها با وجود فشارهای زیادی که برای جلوگیری از صادرات نفت ایران انجام میدهند در این کار موفق نخواهند شد او اظهار داشت آمریکا بدون توجه به خواسته های بین المللی هر کاری را که مایل است انجام میدهد لاریجانی افسود اقدامات آمریکا ممکن است منافعی را در کوتاه مدت برایش به دنبال داشته باشد اما جایگاه این کشور را پایین می اظهارات لاریجانی در خصوص ترزل جایگاه آمریکا در سطح جهانی در حالی عنوان می شود که بسیاری از تحلیلگران بارها تاکید کردند ترامپ یک فرد اقتصادی است و بنا به گفته تحلیلگران با رویکرد اقتصادی خود به موضوعات سیاسی نیست توجه نشان می دهد. آنچه برای او اهمیت دارد دستیابی او به اهداف اقتصادی تعیین شده و برنامه ریزی شده است و در فرایند دستیابی به این اهداف اقتصادی مثل دیگر کنشگران اقتصادی اهمیتی به این موضوع نمی دهد که بازار او را چگونه ارزیابی می کند و برای او اهمیتی ندارد که او را تحسین می کند یا مورد نقد قرار می دهد. در این حال با وقوع درگیری های خیابانی در دیماه 1396 و افزایش اعتراض های مردمی بسیاری از گروه های سیاسی و اجتماعی گمان می کردند که این فشار اجتماعی که از طرف جامعه به دولت جمهوری اسلامی وارد شده است جمهوری اسلامی را به دادن امتیازاتی هم در داخل و هم در خارج مجاب خواهد کرد اما حتی فشارهای اجتماعی ناشی از اعتراضهای مردمی نیست نتوانست است جمهوری اسلامی را به دادن حداقل امتیازات چه در سطح داخلی و چه در سطح دیپلماتیک متقاعد کند و جمهوری اسلامی ایران همچنان ادعا می کند که اهداف خود را با قدرت به پیش خواهد برد و به فشارهای اقتصادی ناشی از آن بر مردم توجهی نخواهد کرد. به عبارت دیگر برای رژیم ولایت فقیه مردم ایران و سرنوشت آنها اهمیتی ندارد بلکه با امنیتی کردن فضای کشور ولی فقیه میکوشد زمینه های جانشینی فرزندش سید مشتبا را مستحکم تر سازد اما بی اعتباری مشتبه در جامعه بویژه پس از پاش شدن نقشش در سرکوبی جنبش سبز امکان روی کار آمدن او را به حداقل رسانده است به گزارش سی این دست کم 41 نفر پس از فرود اضطراری یک هواپیمای سوپرجت سخوی صد روسیه و آتش گرفتن آن در فرودگاهی در مسکو کشته شدند. این هواپیما مسکو را به مقصد شهر مومانسک ترک کرد اما بلافاصله پس از شروع پرواز خدمه هواپیما به دلیل بروز نقایصی در هواپیما پیام وضعیت اضطراری فرستادند. پس از آنکه هواپیما با 78 سرنشین در باند فرودگاه متوقف شد شعله های آتش بدنه آن را فرا گرفت و ستون عظیم دود از آن به هوا برخاست. ویدیوهایی که منتشر شد نشان می دهد مسافران با سرسره نجات از هواپیما خارج شدند. رسانه های روسیه گزارش دادند که دو کودک و یک مهماندار هواپیما در میان کشته ها هستند. یک شاهد عینی گفت که فرار نجات یافتگان از هواپیما یک معجزه بود.